با عرض سلام و ادب و احترام از استودیوی بازگشت میدیا در تهران بزرگ به همه شما عزیزان در سراسر دنیا، امیدوارم که حال همه شما خوب هست. دوستان گرامی، من جلیل مرتضوی هستم. در برنامه امروز علاوه به مسائل روز، سلمان رشدی و داستانی که این صهیونیستا هالیوودی تمام رسانه ها را به خودشون اختصاص دادن، گفتگویی هم خواهیم داشت در داخل ایران با سرپرست تیم فوتبال دختران در شهرستان سنندج کردستان. ممنون و سپاسگزارم از کمک های شما به پروژه های مختلف که ما داریم، به ویژه ساخت این درمانگاه بسیار خوب در آبادان. کمک های شما دوستان رسیده، از شما عزیزان واقعا سپاسگزاریم که حمایت میکنید از پروژه های انسان دوستانه ما برای بهتر کردن زندگی هموطنان نیازمند در مناطق محروم. چون این درمانگاه کارش معالجه و مداوا و جراحی رایگان خواهد بود برای افراد نیازمند، و پزشکان خوب عزیز ما هم از سراسر دنیا در تعطیلات خودشون میان این جراحی ها رو انجام میدن، از جمله پزشکان خوب در داخل ایران. به هر حال سپاسگزارم واقعا از استقبال شما از این برنامه ها. یعنی در حقیقت ایران دوستان در سراسر دنیا واقعا این برنامه رو دنبال میکنن و حمایت میکنن، کمک میکنن، و این خیلی مهمه. و به هر حال ایران باید دست ایرانی ها باشه و توسط ایرانی ها اداره بشه و توسط ایرانی ها هم کمک بشه. یکی از دوستان یه مطلبی فرستاده، فکر کنم از فیلیپینه، بعد نیست به این گوش کنید تا برنامه را ادامه بدم. سلام آقای مرتضوی، وقتتون بخیر. من رحمتی هستم، بعد از 17 سال برگشتم ایران و خواستم ازتون در برنامه اول یه تشکر بکنم که شما باعث شدید که دید ما به نسبت ایران بسیار متفاوت و ایران دوستی ما محکم و محکمتر بشه. آقای رحمتی، هیچ اشکالی نداره، هر موقع خواستی زنگ بزن باهات صحبت میکنم، در خدمتم هستم و میخواستی با من حرف بزنی در مورد مسائلی که برای مشورت خوشحال میشم، زنگ بزن. ما دوستان یه چیزی خدمتتون بگم، در برنامه قبل یادتون باشه مقاله از وال استریت برای شما خوندم، وال استریت جورنال امریکا، که جوزف لیبرمن با اون آقای والاس که هر دو در سازمانه های ضد ایرانی کار میکنن، مثل نمیدونم United Against Nuclear Iran Foundation for Defense of Democracy و اینا، در اونجا حمله به طرف ایران شروع شده بود که ایران داره مقامات سابق امریکا را تهدید میکنه. اله بله، درست جریان سلمان رشدی یکی دو روز بعد از این مقاله، جریان سلمان رشدی که رفته بود سخنرانی و یه جوانی بهش حمله میکنه، با چاقو میزندش و ایشون هم تو بیمارستانه. جالبه که حالا تمام دستگاه های صهیونیستی تبلیغات وحشتناک در امریکا شروع کردن، اینو ربط دادن به ایران، که خود پلیسی که این جوان دستگیر کرده بود در نیویورک توضیح میده که این جوان 24 ساله هادی متر در امریکا متولد شده، سیتیزن امریکاست، اونجا تحصیل کرده، زندگی کرده، گویا خانوادهش لبنانی الاصلن، اینجوری که میگن. حالا اینا چجوری اینو رفت میدن که آره این سلمان رشدی تهدید به مرگ شده؟ میدونی که سلمان رشدی اصلا بیشترین حمله ها
برای کسانی که کتاب اینو پروموت میکردن، ترجمه میکردن اینا، تمام این حمله ها توسط مسلمون های هندی، پاکستانی و بنگلادشی بوده همیشه. یک دونه ایرانی حمله مستقیم نکرده در خارج به سلمان رشدی یا طرفداران کتابش یا هر چی. ولی اینا الان طوری دارن صحبت میکنن که آره نباید این قرارداد برجام با ایران امضا بشه، برای اینکه به حرف ایران ما نمیتونیم اعتماد کنیم، فلان کنیم. حالا کسی که از برجام اومده، نمیگم بابا این امریکا بوده، از برجام اومد بیرون، دونالد ترامپ زد زیر قرارداد، چون ایران تمام قرارداد و مو به مو انجام میداد. آژانس داره میگه، من نمیگم، آژانس اتمی، اروپایی‌ها دارن میگن و الان هم میبینن که اونها نیاز دارن این قرارداد با ایران ببندن، چون اروپایی‌ها تهدید کردن که اگر شما نمیکنید ما میریم سراغ ایران، چون ایران هم نفت داره، ونزوئلا هم همینطور. ما بهتری که با ایران کار نفت و گاز انجام بدیم، چون اون فقط یه معامله تجاری خواهد بود، دیگه تهدیدی نمیبینیم فلان. دولت جو بایدن هم به این نتیجه رسیده، میخواد این کارو بکنه. الان منافعشونه، البته یادتون باشه تمام قراردادها رو منافع است، همه ما میدونیم. نه عاشق چشم ابروی ما هستن، نه چشم ابروی شما، ابدا. کشورها از جمله ایران برابر منافع خودشون تصمیم میگیرن قراردادهایی که میبندن با دنیای خارج. این دیگه جمله معروف جنرال دوگله، میگه دوست همیشگی نیست ولی منافع هست. و این برای همین صهیونیست‌ها را به لرزه در آورده که اگر این قرارداد با ایران امضا بشه و ایران هم کارش داره انجام میده، تعهداش هم خواهد گرفت، همه اینها، بنابراین اون موقع دیگه به اسرائیل نیازی نخواهد بود که این همه پول مالیات مردم امریکا را بلاعوض میدن و این همه هم بر علیه امریکا مشکلاتی به وجود آورده در منطقه، همه اینا. بنابراین جریان سلمان، هم سلمان رشدی میدونی که از سال 2016 سیتیزن امریکاست، چندین سالی که در امریکا زندگی میکنه. اصلا سلمان رشدی رو کسی نمیشناخت دوستان، تا زمانی که اومد توهین کرد به دین با اون کتابش مشهور شد. کسی سلمان رشدی چه کتابی نوشته بود کسی اصلا میدونست؟ تا حال کتابش کسی خونده بود؟ ابدا. این اومد، حالا چه کسی پشت این ماجرا بودن، خود سلمان رشدی فکر نمیکنم عقلش اینقدر برسه، اومد کتابی نوشت، چون به هر حال یه هندی زاده از خانواده مسلمان بود، گفتن تو میتونی این کارو بکنی، مشهور میشی، اله بله، مطمئنم و مشهورم شد، پول کلانی هم به دست آورد. ولی دیگه نمیدونست که توهین به مقدسات هیچ وقت در هیچ جا جواب نده. ببین دوستان، آزادی بیان هست، دموکراسی آزادی، ما دیگه نمیدونیم آزادی بیان. حالا اونجوری که اونا دارن میگن، از دیدگاه امریکایی دارم به شما میگم، آزادی بیان جز قانون اساسیه. تو ایران هم آزادی بیان جز قانون اساسی. آزادی بیان یک مسئولیتی داره که این بابا فکر کرده که نه خیر، میتونه از اون رد بشه. نمونه های دیگری هم هست. ببین در امریکا که آزادی بیانه، من به شما آدرس میدم در قسمتی از تکساس، خب، که شما برو اونجا وسط شهر وایسا، بگو که آقا عیسی نه پسر خداست نه خداست، من قبول ندارم، بایبلم اینه و خود منم گی هستم. شما همین جمله رو اونجا چیز بکنی، اگر سالم از اونجا بیرون اومدی با هم صحبت میکنیم. این کشور آزادی بیان دارم میگم، و آزادی بیان مسئولیت داره. شما وقتی بیان میکنید، اولا توهین به هر دینی، به هر باوری در هیچ جامعه جواب نده. حتی جامعه‌ای که دیگه خیلی ولنگوار و اینجور چیزا. نمونهش الکس جون، الکس جون رو خیلی ها میشناسن،
حتی خیلی هم میگن که این ارتباط باده با دستگاه های امنیتی مثل CIA. حالا و اونا به این میگن کانسپیرسی تیوریست، یعنی این بابا حرفایی که میزنه کانسپیرسی توطیه هرچی. الکس جون در اون جریانی که به سندی هوک مدرسه در کنریکت حمله شد، یه پسر جوان دیوانه با اسلحه برداشت 20 نفر رو کشت، در میان اونها میدونم 10-11 تا هم بچه زیر 6 سال بود. همین الکس جون که برنامه رادیویی داره در همه جا پخش میشه گفتش که نه، این جریان هوکس دروغ کلک، اینو گلوبالیستا را انداختن با دموکرات ها، تمام آدم هایی که اونجا بودن همه هنرپیشه بودن، وجود نداره، این کارا رو میکنن برای اینکه جلوی دهن شما رو بگیرن، اسلحه ها رو میخوان از شما بگیرن و الا دروغ بوده، هیچ بچه ای نمورده، مدرسه ای وجود نداشته. خب حالا این خانواده ها اومدن سو کردن، این مال 7-8 سال پیش بوده، شاید هم بیشتر، اومدن سو کردن، گفتن که این چون توهین کرده به خانواده، مرگ عزیز ما، چون بچه 6 سالها دیگه، اینا برای یکی از اینا برنده شد. الکسون الان داره دستپا میزنه، 49 میلیون دلار الکسون باید بپردازه. خب تمام تشکیلاتش زیر سوال دیگه. حالا این آزادی بیان، الکسون میتونه بگه من تو رادیو بودم و آزادی بیان استفاده کردم، این حرفو زدم. پس چرا دادگاه محکومش کرده الکسون و 49 میلیون دلار رو بده؟ این سلمان رشدی هم یکی از اینه، آقا آزادی بیان، منم میتونم از این کتابا بنویسم، ولی این آزادی بیان نیست که در دانشگاه، تو دانشگاه که ما در امریکا تحصیل کردیم، دوستایی که تو امریکا بودن اینو میدونن، یکی از چیزایی که در مورد آزادی بیان همیشه میگفتن مثالش این بود که آقا شما آزادی داد بزنید دل بله، ولی در سینما که میرید همه نشستن اونجا، شما نمیتونید بلند شید الکی بگید آتش آتش، همه بریزن به طرف درهای بسته فلان تا بخوام باز کنن، یه ده زیر دست و پایین اون له بشه بمیده، اون آزادی بیان نیست، شما بی‌مسئولیتی. پس بنابراین نشون میده که این جریان بو میده از نظر من ها، حالا ممکنه من زیاد حالیم نشه ولی دارم میگم، جریانی که جوزف لیبرمن و یاران صهیونیست شروع کردن، بعد لابی های اسرائیل شروع کردن، چون اونا میدونن که جو بایدن و اروپایی ها میخوان این قرارداد با ایران ببندن چون نیاز دارن و ایران هم این قرارداد ببنده، یه گارانتی هایی بهش دادن، برای اینا از این موضوع وحشت کردن. حالا چرا یه دفعه سلمان رشدی که چند ساله تو نیویورکه، حالا هم که سیتیزن هم هستش، چطور این جریان درست شب قبل از این که این قرارداد امضا بشه این میاد بیرون و چاقو میخوره و از این داستان، حالا چجوری اینا را رب دادن، اینقدر این مسخره شده که حتی این شده به حساب متریال برای خنده کمدین ها. همین یکی از این کمدین های معروف تراونوبس، خیلی هم میشناسم، خیلی هم آدم بامزه ایه، تراونوبس اومده مقایسه کرده، گفته که ایران تهدید کرده جان بولتون رو میخواد بکشه، یکی رو استخدام کرده 300 هزار دلار بده، ولی پامپیو رو اونم تهدید کرده و گفته که 1 میلیون دلار میده مگه کسی اینو بکشه. خب من فکر میکنم اینجا یه مقدار تعویض قائل شدن، یعنی جان بولتون ارزشش کمتر از مایک پومپیوه، خب شاید به خاطر این سیویلش بوده. حالا همه این کمدین هایی که پس از دیگر راجع به این موضوع میخندن، تراونوبس یه چیزی هم بامزه و هم تاریخی گفته، گفتش که امریکا یکی از تاپترین جنرال ایرانی را ترور کرده، کشته، هم دونالد ترامپ، گفتون تاپ بوده، آیا این دوتا در مقایسه اون عددی نیستن که نه جان بولتون در اون سطح بوده نه مایک پامپیو؟
یعنی حتی اینو مقایسه کرده به صورت طنز. یعنی منظور من اینه که خود کمدین ها حتی دارن از این متریال استفاده میکنن، نشون میده که اساس کار پایه یه شیطنت های پشت این ماجرا هستش که همه اینا رو میخوان رب بدن که این قرارداد برجام امضا نشه و میدونن چون ایران این امضا بکنه سفت و صف وایساده، گارانتی هایی را مطرح کرده، در یه همچون شرایطی میگه میخواهید ما حاضریم، منتها این خط قرمز ماست، هم گارانتی ما. حالا اینه یه شبه علم کردن که در ببین چون هنوز امضا نشده بنزین در امریکا اومده زیر 4 دلار، یعنی ظرف 3 هفته بنزین 50-60 سنت اومده پایین، الان زیر 4 دلار، که یه چیزی جمهوری خواه ها نگرانن دیگه که اگر این جو بایدن این کار انجام بده محبوبیتش میره بالا، ممکنه مجلس رو حفظ بکنن، یعنی کنگره را در دست دموکرات ها. این نگرانی از یه طرف، ولی صهیونیست ها و لابی های اسرائیل نگرانیشون چیزی دیگه است که ایران این قرارداد رو ببنده دیگه ایران یک کتاز منطقه است. دیگه نمیدونه چه این قرارداد رو ببنده چه نبنده، ایران حرف اول تو منطقه میزنه. هر کی اینو باور نداره بدون که ایران ستیزه. تمام ایران دوستا افتخارش اینه که الان ایران حرف اول میزنه. مشکلات زیاده ها دوستان در ایران، اونا رو من نمیگم. ببین یه سری آدم های هستن دارن اینجا سوء استفاده میکنن، دارن اختلاس میکنن، دزدی میکنن، که امیدوارم هر چه زودتر اونا دستگیر بشه. اینا هست در ایران، ولی اونهایی که واقعا از این کشور پاسداری میکنن و اونا میدونن کیا هستن، ایران دوستان هم اینا رو میشناسن و افتخارشون هم روی اینه. اگر کسی به ایران چپ چپ نگاه کنه اینا میرن دنبالش. دیدید نفکش ایرانی در یونانی ها گرفته بودن، الان دارن پس میدن با همون بارش. چرا؟ چون همون کسانی که از ایران پاسداری میکنن دوتا نفکش یونانی رو گرفتن نگه داشتن. دیگه از این خبرهای بزن و در رو وجود نداره. ایران خوشبختانه در یه همچون پایگاهیه. برحال حالا چیزی که میخوام به شما بگم و این خیلی مهمه، ببین الان دانالد ترامپ رو نگاه کن، حمله کردن به خونش و اینا FBI. در همین حمله دوستا گفتن ما نمیدونیم چرا، یکی دو تا دوستا مثل این که درست متوجه نشدم. ببین دانالد ترامپ وقتی کاخ سفید ترک میکنه 15 جعبه پر از کاغذ و مدرک با خودش میاره. بعدن که FBI متوجه میشه دستگاه اطلاعاتی که آقا ممکنه یه سری اطلاعات تو این خونه هست که نباید باشه، اون مال کشوره، و برای همینه اون چیزهایی که اونها اطلاع داشتن میرن سراغ قاضی، حکم رو میگیرن میریزن صبح ناشتا به قول بچه ها تمام خونه دانالد ترامپ در فلوریدا را، همین ماریاگو، همه را جمع میکنن میبرن. حالا 11 تا مدرک که FBI گفته که چند تا اینها تاپ سیکرته، یعنی اونایی که مطرحی دار میکنن میگن تاپ سیکرت، یعنی باید همیشه سری باشه، یکم تاپ سیکرت اتمی امریکا اونم تو این هستش. این مدرک فوق العاده وحشتناکیه و من فکر نمی کنم که دانالد ترامپ جان سالم به در ببره از این از نظر قوانین امریکا. اولین چیزی که فکر می کنم دادگاهی خواهد بود اینه که اصلا این نمیتونه دیگه شرکت کنه در ریاست جمهوری، چون این مدارک نباید از کاخ سفید بیرون، واسه چی برده بود؟ این فکر کرد که هنوز اینه داره. اتفاقا جان بولتون با تمام خریتش اومده یه حرفی میگه، اون موقعی که میتینگ بود تو دادگاه، میگم توی کاخ سفید، به هر اطلاعاتی که میآوردن مثلا دستگاه اطلاعاتی اینا رو میخون زود ور میداشت، بعد با خودش میبرد مثلا تو دفترش، بعد میگه وقتی جلسه بود یه سری یادداشتای برداشتی میشد، بعد میگفت این یادداشت رو فهمی داشت پاره میکن. در خیلی جاها میگفت ما دنبال سطل آشغال میگشتیم، یا جان بولتون داره میگه تو میتینگ بوده، اینا رو با چسب میچسبوندیم که اون مدرک توی کاخ سفید باید بمونه. ولی دانالد ترامپ از اینا زرنگی هم کرده بود، چند تا اینا رو پاره پوره میکرد برای اینکه اون مدرک راجب خودش و چیزای خودش بوده، میذاره تو توالت
خود کاخ سفید، بعد سیفون رو میکشه. بعد میگن چندین بار توالت های کاخ سفید گرفته شده بوده، بای هیپ لولاکش می آوردن. یعنی ببین همه اینا به هم ریخته حسابی. امریکا واقعا سر این جریانات، البته این سر نخت رازه، نمیخوام سرتون درد بیارم، ولی این جریان سلمان رشدی و این دستگاه های تبلیغات صهیونیست، اینو میخوان رب بدم به ایران رو، نمیدونم آیا به ایران میشه اعتماد کرد فلان، اونا هیچ ارتباطی با ایران نداره. به خاطر اینکه باور دینی یکی را شما بخواین چیز بکنین، یا هر دینی باشه، دین مسیحیت، یهودیت، دین اسلام، شما نمیتونید ببین این ادیان توحیدی دیگه در سراسر دنیا که از خاورمیانه بلند شده، همه میدونن که توهین به باور هر دینی هر کسی به هیچ وجه بی جواب نمیمونه. حالا ممکنه یکی انتلکچوال باشه میگه آقا تو با دین من قبول نداری، اشکال نداری، من احتیاج نیست که به تایید شما باشه. داستان اینه. به هر حال چیزی که میخوام خدمت شما بگم، باید شما لابلای خطوط ببینید که این جریان چطور الان دارن تبلیغ میکنه. حالا سلمان رشدی که سالا اونجا بود، یه دفعه میبرنش یکی، اون وام اون جوانم بلیت میخره میاد تو، بعد همونجا میره بهش حمله میکنه. باور اون پسره بوده که پسر مسلمونه. دوستان گرامی، در برنامه قبلی هم اشاره کردم، این خیلی جالبه بدونید. اولا این ماهواره خیام که توسط روسا به فضا پرتاب شده، این ماهواره ایرانیه، 5-6 سالم قراره رو فضا کار کنه. آقا این یک سرصدای عجیبی در غرب پیدا کرده. این شبکه های ایران ستیز اول اومدن گفتن که آره اینا روسا براشون درست کردن فلان اینا، بعد دیدن که نه این کار نمیکنه، یعنی حرفا خنده داره. بعد اومدن گفتن آره البته روسا میخوان سوء استفاده کنن از این ماهواره در به دست آوردن اطلاعات در اوکراین، بنابراین روسا هم از این استفاده خواهند کرد. بعدش هم فهمیدن که بابا تمام کد و تشکیلات و اینا همه ساخت بومی ایرانه، هر کسی از این ماهواره استفاده کنه باید ایران اجازه بده، چون تمام تشکیلات و کارش مال ایرانه. ایران ممتها داد پرتابش اونا انجام دادن، چون اونا چندین بار این کاری کردن، هزینهش هم کمتره. بعد کاری که این ماهواره میکنه، تمام منطقه را زیر نظر داره. اسرائیلی‌ها خیلی نگرانن، میگن اینا تمام چیزهای ما رو الان میتونن رصد کنن ببینن. حالا اونا ماهواره دارن تمام ایران رصد میکنن، این اشکالی نداره، ولی اگر ایران این کارو بکنه خیلی بده، که اصلا نباید این کارو بکنه. بعد چیزی دیگری که دو این وسط دیدی که اطلاعاتی که National Security Agency یعنی دفتر امنیت ملی در امریکا که جیک سالوان هم مشاور امنیت آقای چیز دیگه بایدنه، اون اومده گفته که آره اطلاعاتی ما به دست آوردیم که روسا قبلا از کارخونه درون سازی ایران، همین پهپادها، دیدن کردن یواشکی و پهپادهای ایران رو خریدن، الان هم در روسیه توسط ایرانی ها تعلیم میبینن که چجوری استفاده کنن، و روس ها میخوان از این پهپادها در جنگ اوکراین استفاده کنن. خب روس ها که میگه نه این درست نیست، ایران هم که اطلاعات رو گفت نه اطلاعات غلطه. حالا اگر برفرض که این اطلاعات درسته و سازمان سیایی هم این اطلاعات رو میده دیگه معمولا به شورای امنیت امریکا، این به نظر من برای هر ایران دوست یه افتخار باید باشه دیگه. میدین چرا؟ یه زمانی ابرقدرت ها بودن که تصمیم میگفتن به که دستگاه های نظامی بفروشن، الان یک ابرقدرت اتمی مثل روسیه به
پهپادهای ساخت ایران نیاز داره. یعنی ایران از نظر صنعت نظامی، صنعت بومی به جایی رسیده که اونها میخوان از ایران اسلحه بخرن و این واقعا درسته. دلیل اصلی این تحریم‌ها بر علیه ایران چون نمیخواستن که ایران این چیزها رو بفروشه، چون اون که دیگه تو سازمان ملل تصویب شد ایران میتونه این کارو بکنه برابر برجامی که امضا کرده بود. حالا امریکایی‌ها امروزها عجیب علم کردن که ایران به دنبال تهدید و کشتن دولت مردان سابق ایرانیه. حالا این یکی اومده سلمان رشدی را گرفته چاقو زده فلان، اونم چسبوندن که این بر اثر فتوایی که 1989 آیت الله خمینی فتوا داده بود، بنابراین این اینجوریه. وال استریت جورنال یه مطلبی نوشته، این خیلی خنده داره، میگه خب شما چجوری با یک دولتی میخواین بشینید مذاکره اتمی بکنید و روی حرفی اونها میخواد باور کنید؟ این خنده دار نیست؟ ایران برجام امضا کرده بود، تمام کاراش هم انجام داده بود. کسی که از برجام رفت بیرون برخلاف حتی اروپایی‌ها که گفتن آقا این کارو نکنید، خود دولت ترامپ بود. ترامپ تصمیم گرفت با توجه به اون پولایی که گرفت اونها از برجام رفتن بیرون. اگر منطق دنبال بکنم باید ایران این مسئله رو مطرح کنه که آقا شما قبلا بدعتی کردید، زدی زیر قرارداد، حالا اینا میخوان اینو، این روزنامه صهیونیست رو وال استریت تو ادیتوریالش نوشته همه اینا، چون اینا نگرانن که این دفعه که ایران برجام امضا میکنه چند تا تعهد باید بگیره و اون کار دیگه باید اونها انجام بدن و دلیلی هستی که تا الان ایران امضا نکرده به خاطر همین تعهد هست. حالا برسه نرسه نمیدونم، چون ایران این بار اگه برجام امضا کنه دیگه از تجربه قبلی هم استفاده خواهد کرد. پس این ایران نبود که زده زیرش، خود اونا زدن. ببین یه مطلبی که دیدم خیلی عجیب بود، این نخست وزیر اسرائیل گفته که جهاد اسلامی از ایران پول میگیره، ایران پول میده تا به اسرائیل حمله کنه. عربستان هم همین کارو میکرد که میگفت حوثی‌ها از ایران پول و اسلحه میگیرن که به ما حمله کنن. من برای اینا یک راه حل دارم خیلی بهتر. بابا شما که از همه بیشتر پول دارید، شما بیشتر پول بدید تا به شما حمله نکنن، به ایران حمله کنن. یا عربستان که دیگه از همه بیشتر پولاش همش ریخت و پاشه، دیپلماسی عربستان دیپلماسی چکه، هر جا میده چک میبره، چک بود. خب بابا شما پول بیشتری بدید، بگید به جایی که به ما حمله کنید ما دو برابر میدیم به ایران حمله کنید، یا حداقل حمله نکنید به ما. اگر واقعا درد اینه، هیچ وقت مطرح نمی کنن که بابا شما سرزمین های اونها رو گرفتید، اونها را در یک منگنی قرار دادید که هی فشار روشون میارید، هیچی ندارن اونجا. اونها از آب و خاک خودشون دارن دفاع میکنن، از حق خودشون. این بر اثر پول ایرانه، شما بیشتر پول بدین، اینم راه حل، راه حل مجانی. برای منم احتیاج نیست که پول بدیم به این راه حل. دوستان فکر نمی کنید این خنده داره یا نه؟ اما دوستان خیلی از دوستا سراغ آقای حشمت رئیسی رو گرفتن. دو تا از دوستای ما با آقای رئیسی صحبت کردن در بیمارستان. ایشون سکته مغزی کرده و خوشبختانه حالش رو بهبوده، بیمارستان هستش. دعا کنید که هرچی زودتر حالش خوب بشه و برگرده. دوستانی که نگران برنامه آقای رئیسی بودن، دلیلش هم اینه. نه، کسی از ماهواره یا یوتیوب قطعش نکرده، بر اثر بیماری کهشون بیمارستان هستش به این خاطر برنامه نداشته. امیدوارم که هرچی زودتر حالش خوب بشه و برگرده. اگر من اطلاعات جدیدی دریافت کردم حتما شما را در جریان خواهم گذاشت. بینندگان گرامی، در این قسمت از برنامه گفتگوی خواهیم داشت با آقای خورشیدی، مربی تیم فوتبال دختران شهرستان سنندج. آقای خورشیدی خیلی خوش اومدید به یو اس ایران تی وی. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه
متشکرم جناب آقای مرتضوی، این فرصت رو در اختیار من قرار دادی که بتونم مسائل و مشکلات ورزشی علل خصوص فوتبال بانوان شهر سنندج استان کردستان رو اینجا به سمع و نظر شما و بینندگان عزیز برسونم. یک موضوعی رو خدمت شما عرض کنم، این که من سرپرست تیم دخترای جوان ستاره سنندج هستم. مربیشون خانم به اسم خانم حقو مربی این تیم هم و زحماتش رو ایشون میکشه و من هم به عنوان سرپرست با این مجموعه کار میکنم. آقای خورشیدی، چند وقت شما سرپرست این تیم هستید؟ ازم با حضور شما چیز حدود 3 ساله من با این تیم دارم کار میکنم، ولی فعالیت این تیم از قریبا پیش شروع شده. تقریبا این تیم از سال حدود 92-93 فعالیتش رو شروع کرده و عمده فعالیتش با بچه های مدارس فوتبال، بچه های 8-9-10 و تا 15-16 ساله. الان هم در مسابقات کشوری حضور دارن تیم بزرگ سالانشون که از همین بچه هایی که در همین مدارس بزرگ شدن و آموزش دیدن استفاده میشه برای شرکت در مسابقات کشوری. و مدعی مرتب اگه اجازه بفرمایید من یک مختصر تاریخچه از فوتبال بانوان شهر سنندج خدمتتون عرض کنم. حتما بفرمایید. قبل از اینکه اینو بگید آقای خورشید، دلم میخواد بدونم که دخترانی که در این تیم بازی میکنن چند سالشون الان و تا الان موفقیتشون چی بوده در فوتبال؟ ازم با حضور شما جناب آقای مرتضوی، این دخترها از سن 8 سالگی الان ما بازیکن 8 ساله 9 ساله داریم تا میرسه به بازیکن 20-22-23-24 سال. آفرین. اینا همشون بسا از خود این مدرسه فوتبال و این باشگاه پرورش پیدا کردن، روش کردن، هرچند خوب یه تعداد بازیکن از جای دیگه هم اومدن ولی عمدتاً دست پرورده و آموزشی خود این مدرسه هستن. از بچه های ما تو مدرسه فوتبال از 8-9 سالگی شروع میشه تا میان تو رده های نوجوانان با بزرگ سالان فعالیت دارن. تو این دخل همه این رده ها ما الان در حال فعالیت هستیم. بسیار عالی. خب دلم میخواد که یه مقدار از نیازهای این تیم برای ما بگو که ایران دوستان در سراسر دنیا اگه خواستن کمک کنن به تیم شما، اولا به ما بفرمایید که نیاز این تیم چیه، این دختران در ارتباط با وسایل ورزشی کارهایی که باید انجام بدن نیازاشون رو بگید که بلکه بتونیم کمک کنیم که این دختران خوب عزیز ما همیشه در صحنه ها بتونن موفق بشن. اون چیزایی که ببین اولویت همه ما نیاز زیاد داریم، اولویت تیم رو به من بگید نیاز اولیه‌اش. حتما چشم ازم به حضور ما قبل اگه اجازه بفرمایید من یه تاریخچه مختصری از فوتبال شهر سنندج بانوان رو بگم خدمتتون. حتما بفرمایید. ازم به حضور شما بانوان شهر سنندج تقریبا فوتبالشون رو از دهه 70 اوایل دهه 70 شروع کردن و اومدن و آرام آرام تیمای در رده فوتسال از خود مثلا جوونا و بچه‌هایی که دخترایی که در دهه 70 سنشون هنوز 10-12-13-14 ساله بود اینا شروع کردن و آرام آرام با توجه به علاقمندی و توجه به استقرار توانایی داشتن آرام آرام اومدن تیم تشکیل دادن. عمدتاً اسپانسر این تیم‌ها در اون وقت هیئت فوتبال بود، عمدتاً هیئت فوتبال اینا رو ساپورت می‌کرد چون که خود منم در یه مقطعی به دبیر هیئت فوتبال استان بودم در سال 84 تا 87. این تیم‌ها رو ساپورت می‌کردن، این بچه‌ها چون علاقه‌مند بودن همشون خیلی عشق داشتن به فوتبال اومدن خیلی تلاش خیلی زحمت کشیدن و آرام آرام روش کردن و اومدن تو مسابقات کشوری. بعد از چند دور در مسابقات کشوری تقریبا در دهه 80 اینا تونستن مدارج صعود کشوری رو طی کنن و بیان تو لیگ‌های یک و برتر کشور در فوتبال. هرچند در فوتسال هم بسیار فعالیت داشتن ولی عمدتاً آرام آرام اومدن به سمت فوتبال و در لیگ کشوری لیگ یک
چند سال به سال زحمت کشیدن تا تونستن در دهه 90 به لیگ برتر ایران راه پیدا کنن. آفرین. و چون که امکانات استان کردستان هم به لحاظ زیرساختی و هم به لحاظ بحث مسائل نرم افزاری نسبت به خیلی استانهای دیگه ضعیف بود و خیلی به سام مشکلات زیادی داشتیم، منتهای مرد عشق پرشکار و علاقه مندی این دخترا باعث شد که اینا بتونن در مسابقات کشور خودشون به رده تیمهای برتر ایران برسونن. چند سال شهر بود 5-6 سال در رده باشگاهی بانوان برتر ایران حضور و شرکت دارن، ولی خب اینا چون به دلیل این مشکلات مالی که الان عمده ترین مسئله زیر ساخته، چون که ما الان استادیومایی نیستن که بتونیم که مسابقات و تمرینات مخصوصا دخترها رو درش برگزار کنیم، با معذرت و مشکلات بسیار زیادی مواجه هستن دخترای ما. یکی به لحاظ این که استادیومی که هست باید اختصاصی مال خود دخترها باشه، ما یه استادیوم بسا 15000 نفری که شاید بگم بزرگترین استادیوم و بهترین استادیوم شهر سنندج استان کردستانه، به دلیل عدم مدیریت در اداره ورزش جوانان استان کردستان ما هیچگاه از این استادیوم نتونستیم به طور کامل منتقل بشیم و الان هم چیز حدود 10 سال بلا استفاده مونده. با توجه به بحث ها و پیگیری ها و درگیری ها و مشکلاتی که ما داشتیم با اداره ورزش جوانان، بالاخره اینا موفق شدن ما با فشار و بسیار پیگیری های ما تونستن این زمین رو، زمین فوتبالش رو بازسازی کنن. اما متاسفانه پیمانکاری که اومده کار کنه خوب نتونسته کار کنه، دلایلش رو من دیگه از بلای فنیش رو نمیگم، اتفاق خود کار کنه و این زمین هنوز آماده نشده برای تحویل که این بچه ها بتونن استفاده کنن. ما تو سرندج با مشکلات بسیار عدیده زیرساختی به لحاظ امکانات زیرساختی مواجهیم که این برمیگرده به این که مدیریت ورزش استان و مدیریت ورزش کشور باید توجه بیشی به استان کردستان داشته باشه و یک تبعیض مثبتی رو برای استان کردستان قائل بشن که بتونن اون حکمراندگی مخصوصا در زمینی زیرساختی و اصلا در زمینی اسپانسر و حمایت‌های مالی که دارن بتونن این استان رو تقویت کنن. در همه رشته‌های ورزشی ما توانایی زیاد و پتانسیل خیلی عالی داریم. مدل مرتب الان بحث ما وقتی فقط فوتباله، دخترای ما تو لیگ برتر با مشکلات زیادی مواجهن، از جمله اینکه هر سال اسپانسرشون عوض میشه، هر سال مثلا باشگاه رو عوض کنن به اسم دیگه، به نام دیگه، به شکل دیگه، و این همیشه این استرس و این فشار به این دخترها میاد که نمیدونن سال آینده آیا این تیم میمونه، میتونه دوام داشته باشه یا نمیتونه دوام داشته باشه. این از کلیت فوتبال بانوان استان کردستان. و بحث باشگاه جاودان ستاره که بنده 3-4 سال یه مسئولیت در سرپرستی این تیم رو عهده گرفتم، اینا سال 92-93 شروع کردن و الان در لیگ یک ایران حضور داشتن، امسال هم در مسابقاتی که در خود میزبانی ما در شهرستان سنندج برگزار شد متاسفانه نتونستیم به مرحله بعد صعود کنیم، اونم به خاطر اعتراف به گل ضربه خورده نتونستیم صعود کنیم، ولی خب این دخترها پتانسیل خیلی خوبی دارن، عاشق این ورزشن و دوست دارن که در عرصه‌های ورزشی فعالیت داشته باشن. عمده هدف ما جناب آقای مرتضوی، من خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون عرض می‌کنم، عمده هدف ما از این مجموعه و این تشکیلات اینه که ما بتونیم دخترامون رو بیشتر به فضاهای ورزشی تشویق و ترغیب کنیم و اینا رو بیاریم تو فضاهای ورزشی. منتهای مطلب آوردن این دخترها برای فضاهای ورزشی بالاخره تمهیدات، امکانات و شرایط مالی ویژه‌ای رو می‌طلبه که تا حدود زیادی از توان ما خارجه. ما این عشق رو می‌بینیم، این علاقه رو می‌بینیم، استعداد رو می‌بینیم، ولی متأسفانه به دلیل اینکه امکانات زیرساختی و امکانات حمایتی و مالی کافی و لازم در اختیار ما نیست، این دخترها تقریبا میتونم بگم استعداداشون در خوب و خوش مثلا 20-22 ساله دیگه مجبور میشن ول کنن برن و اون بازدهی کافی و لازم رو نداشته باشن. آقای خورشیدی، یه سوال. شما الان به خوبی تشریح کردید بعضی چیزهایی که باید مسئولین که این برنامه رو گوش میکنن در ایران حتما باید بهش توجه بکنن و شما به
درستی و به خوبی توضیح دادید. حالا برای دوستای ما که تصمیم شخصی میگیرند از بیننده های ما و چون دخترای خوب عزیز ما علاقه دارند به این ورزش و خوبم تا الان درخشیدن با توجه به امکانات کمی که داشتن، حالا به من بگید برای آخرین سوال این تیم شما چند نفره و نیاز اولیه اولویتشون از نظر مالی چی هست که اونا رو مردم بدونن؟ شما امیدوارم که مسئولین ما واقعا بتونن و درک کنن نیازهای واقعی ورزشکارای ایران رو و علل خصوص استان کردستان رو و مخصوصا دخترای بسیار مستعد علاقمند و کم برخوردار استان کردستان و شهر سمتش. ارزم به حضور شما اولویت ما بعد مسئله زیرساختی ما الان بدون شک یک زمین ورزشی مختص بانوان لازم داریم، چون که اینجا خودتون میدونه یک محدودیتایی وجود داره. زمانی که دخترها تمرین میکنن یا مسابقه دارن اجازه مردها و آقایون اجازه ندارن که به استادیوم ورود کنن و چون استادیوم امکانات ما خیلی ضعیفه، اینه که شما در طی این همه سال دخترای ما نتونستن بسیار چه بازیاشون رو به طور عمده و چه تمریناتشون رو اصلا انجام بدن. چون هر زمانی که بخوان بیان ما یه استادیوم داریم، این استادیوم باید تعطیل بشه برای دخترها و این امکان پذیر نیست، که تعداد پسرها خیلی بیشتره و باشگاه‌های مردا خیلی بیشتره، در اینا همیشه مظلوم واقع شده، همیشه در حاشیه قرار گرفتن به دلیل این امکان. درست. منتهی مراتب این رو ما میتونیم به شرط اینکه واقعا اداره ورزش جوانان متولیان ورزش کشور و استان کردستان بتونن با برنامه‌ریزی خوب با توانمندی خوب با شرایط بهتر زمینایی رو که ما الان فعلا بالقوه داریم تبدیل به بالفعل کنن. این اگر اتفاق بیفته خیلی از این مشکلات حل میشه. و مهمترین فاکتور ما الان تو ایران، چون که تو ایران فوتبال به طور مشخص شما اگه بخواید سرمایه گذاری کنین هیچ بازدهی نداره، به دلیل اینکه ضوابطی که موجوده این اجازه رو نمیده که باشگاه ها اون فعالیت رو که در کشورهای دیگه متداول انجام بدن که بتونن خودشون درآمدزایی کنن و بتونن امکانات کنن. در اینکه مجبورن همیشه برن به سمت اسپانسر ها. اسپانسر ها هم کسایی هستن که میان علاقه دارن کمک میکنن، اما چون اینا عمدتا کارشون کار مالیه، کار اقتصادیه و چون باز اقتصادیم داره بعد از یکی دو سال خسته میشن و میرن و بعد همون معضلات همون مشکلات پابرجا میمونه برای دکترها و اینا باعث دلسردی، دلنگرانی و ناراحتی و عقب ماندگی دکترها میشه. اینه که عمدتاً مسئله ما مسئله مالیه. اگه ما بتونیم از طرف دوستان، از طرف هموطنهای عزیزمون در تمام دنیا بتونن لطف کنن، ما رو کمک کنن که این بچه ها رو بیاریم تو زمین های ورزشی و اون استعدادها رو بتونیم پرورش بدیم، خیلی خیلی ممنون میشیم. ما این نیاز واقعی ما همین بحث مسائل مالی باشگاه و بحث زیرساخت هست که اینجا باید از طریق دولت و از طریق سازمان ورزش برنامه‌ریزی و کارسازی بشه. بسیار عالی. دوستان حتما این دخترای خوب عزیز ما رو باید اسپانسر بشید، با من تماس بگیرید، دوستای علاقمند که میخوان اسپانسر بشن، که من بتونم اطلاعات رو در اختیار دوستا قرار بدم که با آقای خورشیدی در تماس باشید. آقای خورشیدی یک دنیا ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید مشکلات دختران ورزشکار به ویژه در زمینه فوتبال در سرندج بسیار عالی توضیح دادید. منم از مسئولین 100% انتظار دارم که اون مسائل عمده مهم رو حتما انجام بدن و من مرتب این برنامه رو تکرار خواهم کرد و شما هم سپاسگزاریم که لطف کردی اومدی رو خط. با امید موفقیت برای دخترای خوب عزیز در سنندج من به شما روز بخیر میگم تا گفتگوی دیگر. خیلی متشکرم جناب آقای مرتضوی. اگه دیگه دست به من فرصت بدید من یه درخواستی از همه هموطنان عزیز دارم. حتما. و اونم این که اولا خیلی متشکرم از جناب آقای و شبکه یو اس ایران تی وی که
این فرصت و این شرایط رو در اختیار من قرار دادن که من بتونم نظرات و مشکلات ورزشی فوتبال بانوان شهر سمندر باستان کردستان رو اینجا عنوان کنم. بس همه همتنان عزیزم که در همه نقاط دنیا حضور دارن، ازشون خواهش دارم برای اینکه این بچه های ما بتونن رشد کنن، پرورش پیدا کنن و بتونن استعدادهاشون رو در صحنه های ملی و بین المللی بروز بدن، خواهش می‌کنم هر امکاناتی که دارن به ما کمک کنن. ما دست همشون رو میبوسیم، دست همشون رو میفشاریم. امیدوارم که این اتفاق خیلی خوب و خیلی میمون بیفته و ما بتونیم امکاناتی رو برای از طریق هموطنهای عزیزمون در همه دنیا برای این دخترهای خوب و بااستعداد و توانمند ایران و کردستان تأمین و مهیا کنیم. خیلی متشکرم، بازم سپاسگزارم از لطف و محبت جنابعالی و همه همکارهای عزیزتون. سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب دوستان، ممنونم از توجه شما به این برنامه، ممنونم از کمک های شما به این برنامه و سپاسگزارم از تلفن و پیام های مهرامیز شما که جویای حال بنده بودید. خانواده خوشبختانه همه خوبیم و روز به روز داره حالمون هم بهتر میشه و امیدوارم که شما هم خوب باشید. به هر حال برنامه ما اینجا به پایان رسید. تا گفتگوی دیگر من از شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.